من میخوام یه کاری رو انجام بدم، شما باور نداری، قسم میخورم میخوام یه جنسی رو بفروشم، میخوام بگم آقا به خدا این قیمت خریدم که تو باور کنی، میگم. اما خدا برای چی قسم بخوره؟ اونم برای یه گناهکاری که تموم عمرش یه بار جلوی این خدا گردن کج نکرده. خیلی مهمه ها آقا، به خدا این که یه پامنبری، یه کسی که میاد پامنبر میشینه، کم کم باید به این نکات دقت کنه. خدا برای کی داره قسم میخوره؟ یه موقع برای ابراهیم نبیش داره قسم میخوره، یه موقع برای سید و شهداش داره تو قتلگاه قسم میخوره، یه موقع برای یه گناهکاری که تو دنیا یه سر تکون نداده، یعنی اینجوری هم نکرده، به خدا حالا دارم میبرنش جهنم، میگه خدایا من توقعم از تو این نبود. خب چی بود؟ این که ببخشی منو. میدونی خدا چی گفت؟ این حدیثو نمیشه وزنش کرد. خدا 5 تا قسم برای گناهکاره میخوره. فیقول الله جل و جلاله ملائکتی و عزتی و جلالی و آلایی و ارتفاع مکانی. کنه نمیتونم معنی کنم، این کنه رو نمیتونم معنی کنم. کنه چی؟ یعنی خدا از این جمله این گناهکار احساس کرد که خودش باید دفاع کنه که 5 تا قسم، قسم نیاز نیست بخوری، اونم برای این آدم. ببینید چقدر ماها قیمت داریم، خوب و بدمون. دیشب گفتم دستگاه سید و شهدا دست سید و شهداست، تموم عالم عملشن، اما خودش حساب کتاب میکنه، چون تو رو قیمتی میبینه. ولو که یه قند دادی، ولو که یه کفش گذاشتی کنار، ولو که یه نلبکی از وسط حسین گذاشتی تو آشپزخونه، خودش مینویسه. اول فضلم بنویس. ببین خدا چقدر ماها رو تعویل گرفته. ما کیم آخه؟ ما که خلقت خودمون رو میدونیم که خلقناکم من نطفه، شما نطفه آفریده شدید. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. بنی آدم یادت یه زمانی اصلا قابل ذکر نبودی؟ تو رحم مادراتون بی مقدار، بی ارزش. انا من خلقتون کردم، چشم و گوش دادم. فرمود به ملائکم، به عزتم، به جلالم، به تمام نعماتم، به تمام عرش و فرش و کرسیم قسم. چی؟ که ملائک من اگر این بنده من، لو ظن نبی ساعتا من حیاتهی، اگر این بنده من در دنیا یک بار با این نگاهی که در قیامت به من کرد یک بار تو دنیا من اینجور دیده بود، من همین چند قدمی که ترسوندمشم نمی ترسوندم. داره قسم برای چی میخوره؟ برای این که اگه تو دنیا یک بار منو اینجور به من گمان خوب داشت که تو قیامت منو نمی سوزونی، من همین چند قدمی هم که ترسوندمش با این 5 تا قسم نمی سوزوندمش، اذیتش نمی کرد. ولش کنید، راست میگه. اون رو که سزاوار بود بزنمش نزدمش. حالا که هیچ در هیچ. از کدوم خدا میخوایم صحبت کنیم؟ اصلا ما چقدر حساب برای این خدا باز کردیم؟ اصلا این خدا رو قابل و لایق میبینیم 2 دقیقه باهاش صحبت کنیم، هم صحبت چیم 24 ساعت 2 دقیقه 3 دقیقه 7 دقیقه. یادتونه گفتم نماز ظلم خدا به ما که نیست، نماز دلتنگی خداست از صدای ما. مثل مادری که هر روز دلش میخواد صدا بچهشو بشنوه. اگه یه مادر به بچهش بگه پسرم داری میری مسافرت، هر روز به من زنگ بزن صدا تو بشنوم، آدم تعجب میکنه. نه، خدای هزار 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 میلیارد از مادر مهربون تر. اگه بگی من روزی 5 بار دلم برا صدا تنگ میشه، بیا بشین من صدا تو بشنوم، تو صحبت کن من گوش بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط تو صحبت کن، من هیچی نمیگم، از اول تا آخر من سراپا گوشم. حال داریم با این خدا حرف بزنیم؟ برای این خدایی که دلتنگ صدای ماست. بعد میگه اگر روزی 5 بار تماس نگیری ناراحت میشم، اما اگر روزی 50 بارم زنگ بزنی خوشحال میشم. تو هر وقت بگی خدا میگم جونم، تو هر وقت بگی خدا میگم جانم، بنده من چی میخوای؟ تو هر وقت صدا کنی من جواب میدم، لبیک میگم. میگفت اومدم خدمت آیت الله آقا سید احمد خونساری، گفتم آقا ما 4 تا داداشیم، 3 تامون خیلی خوبیم، هیئتی، مشتی، نمازخون، یکمون برخلاف ما 3 تا لاابالی، چاقوکش، عرق‌خور. هر چی ما برای پدر و مادرمون آبرو شدیم این ریخته تو جوب. آقا چیکار کنیم؟ شما عالمید، اهل نفسی، دعاتون میگیره، چیکار کنیم؟ آقا فرمود یه کار بیشتر نمیشه کرد برای این داداشتون. گفت چه کاری؟ گفت یه سفر
ببردش کربلا، اما یه شرطی داره. رسیدید کربلا، اونایی که الان دارید برای اربعین برنامه ریزی میکنید، حواستون باشه اگه رفیقی دارید که داره آروم آروم دین و نماز و سجاده و همه رو میبوسه، برو یه جوری پول قرض کن، پول جور کن، بانی پیدا کن، این رفیقتو با خود ببر کربلا، تا دم حرم آقا برسون، بگو آقا تا اینجا آوردنش با من، اینجا به بعدش با شما. آقا فرمود داداشتو ببر کربلا، اما یه شرط داره. رسیدید حرم سید و شهدا، به داداشت بگو به این حرم سه تا این دعا رو بگه، این سلامو بده، این ذکر رو بگه، صلی الله علیک یا مظلوم، سه بار بگه. اگه بعد سومین بار اشکش جاری شد، این عاقبت به خیر میشه. اگه جاری نشد زحمت نکش، هیچ کاری نمیشه براش کرد. میگه به هر جون کندنی بود داداشو بردیم کربلا، مگه میومد؟ خب ما کجا کربلا کجا و فلان. همین حقه های شیطون که ما رو از اومدن در خونه خدا و در خونه سید و شهدا محروم میکنه. رسیدیم حرم سید و شهدا، گفتم داداش، گفت جانم، گفتم رو کن به حرم، اینی که من میگم سه بار بگو، تا گفتم بگو صلی الله علیک یا مظلوم، بار دوم، بار سوم که گفت دیدم ریخت به هم به پهنای صورت اشک. فهمود داداشی میشه چند قدم بری عقب؟ میگه همینجور که اومدم عقب دیدم این کارد و این قمر رو از این پهلو در آورد، انداخ زمین، گفت حسین جان من نفهمیدم چی شد اومدم اینجا، کی منو آورد اینجا، اما جان مادرت زهرا دیگه ولم نه، برگشتیم چه امام حسینی شد. وقتی به این راحتی میبخشن، وقتی به این راحتی پاک میکنن، وقتی به این راحتی توبمونو قبول میکنن، چرا با خدا رفیق نمیشیم؟ چرا برای صحبت با خدا وقت نمیگذاریم؟ خدایی که نه یک جا، نه صد جا، هزار هزار جا به بندگانش فهمون که بابا شما یه دونه یه دونه تون برای من عزیزید. وقتی میگم خدا، شما تو عالم نوکری بگو سید و شهدا، فرقی نمیکنه. سید و شهدا مظهر محبت و رحمت خداست، مظهر تمام صفات الهیه. من چند بار بنده خودم بهت گفتم فهموندم که چقدر تو برای من عزیزی. وحی اومد موسی برو پستر از خودتو پیدا کن. اونی که ما خوش مقدساتش گیریم اینجاست که فکر میکنیم ما فقط خوبیم، فقط امام حسین ما رو داره، فقط توی این عالم ما هم که پا امام حسین وایستادیم، ما هم بریم امام حسین غریب میشه. چهار تا جوون میان چپ چپ نگاهشون میکنیم، حالا هر مدلی که میان، من که نمیتونم بگم چه مدلی خوبه چه مدلی بده، که امون از ما خوش مقدسا متدینا که فکر میکنیم فقط ما ایم که به صاحب از زمان تو این عالم لبیک گفتیم. حالا بماند این درد و دل. موسای من برو یه کسی که از خودت یه ذره پایین تره رو بیار، از خودت یه خورده پایین تر. الان به من بگن میگم همه دنیا، حداقل هزار تا رفیق میبینم که وقتی نگاهشون میکنم از خودم پایین تر میبینم. موسای نبی رفت هر چی گشت هیچ کی پیدا نکرد، هیچ کی رو از خودش پستر و پایین تر ندید. تو راه برگشت یه سگ علیل مریض دید، تناب انداخت دور گردن این سگی، گفت این سگ رو میبرم میگم خدایا از خودم پستر آوردم. یه خورده اومد گفت چیکار داری میکنی، خوشو توبیخ کرد، ریسمانو وا کرد، سگو ول کرد، اومد در خونه خدا. خدا فرمود چرا به امر من اطاعت نکردی؟ چرا پستر از خودت، یعنی پایینتر از خودتو نیاوردی؟ گفت خدایا پیدا نکردم. خدا اینجا دوباره قسم میخوره برای گناهکارا، میفرماد ای موسی به عزت و جلالم سوگند، اگر کسی رو میآوردی نام تو رو از تومار پیغمبرانم پاک میکردم، که فکر کنی تو از فلانی بهتری، تو از فلانی بالاتری. مخصوصا اونا که توبه میکنن تمام عمرشون تو رنجن. اینجور نیست که اگه کسی مردونه توبه کنه تا آخر عمرش بگه خب ما که توبه کردیم دیگه، نه بابا، یاد گناهش میفته اذیت میشه، بیتاب میشه. ما چون هنوز توبه نصوح نداشتیم، توبه رسول ترک نداشتیم، توبه طیب نداشتیم، نمیدونیم. اینجور نیست که وقتی توبه میکنن دیگه مثلا میگه خب ما توبه کردیم، نه بابا، تا آخر عمرشون سر بالا نمیارن خداشون رو ببینن، امام حسینشون رو ببینن. میگم یه روز صبح سه تا روزه پشت سر هم قول داده بودم، روزه اول طول کشید، به روزه دوم رسیدم یه خورده دیر شد، روزه دومو جمع کردم، به روزه سوم رسیدم دیگه وقت داشت تموم میشد، رسیدم میکروفون دادم به من. خب روزه حر بود، شب چهارم موقع حر میخوندن، شب پنجم حر میخوندن. میکروفونو گرفتم گفتم مردم چون دیر شده من فقط وداع حر رو میخونم براتون،
آی مردم، هر سوار مرکب شد اومد میدون جنگید، گفتم تموم شد، غروب روزه، شب روزه، شب خوابیدم، تو خواب دیدم توی سرزمین بهشتی یه آقا میاد، چه قامتی، چه زیبا، قد بلند، چارشونه، یه پارچه زیبا به این پیشونی بسته، رسید به من، منو بغل کرد، شروع کرد بوسیدن، هی میگفت دستت درد نکنه. گفتم برای چی؟ گفت تو امرو منو خجالت زدم نکردی. گفتم مگه تو کی هستی؟ گفت من هر هستم، ممنونتم که امرو روزه خوندی، باز منو جلو سید و شهدا شرمنده نکردی. روزه خون نمیدونی، نمیدونی وقتی شما روزه خونا اب 28 ذیحجه میگید که من جلو سید و شهدا رو گرفتم و دل زینب رو شکستم، چقدر من محضر سید و شهدا خجالت میکشم، هی دست پشت دست میذارم که هر چیکار کردی؟ این چه غلطی بود که تو کردی؟ دل بچه ها پیغمبر رو سوزوندی. دمتو گرم که امروز روزه منو خوندی، منو محضر اربابم خجالت زده نکردی. گاهی بدا جلوتر از خوبا را میفتن، گاهی بدا ره صد ساله خوبا رو یه شبه میرن، یه دفعه یه جوری عوض میشن، اما کمند، خیلی کمند، باید بیشتر از اینا باشیم. میگو آج آقا میشه چند تا قصه لوتی ها رو بگی؟ گفتم خب تو لوتی بیار معرفی کن من ببینم زندگیشو برم برا مردم بگم. اونایی که از همه چی دست شستن زندگیشون عوض شد، جوونه اومد محضر امیرالمومنین، آقا جان من گناه کردم، گناهیم که کردم حقم سنگساره، حالا گناه دیگه، گناه بد، حقم سنگساره، طهرنی منو پاکم کن، یا با شمشیر یا با سنگ یا از دره منو پرتم کن پایین، گناه کردم، گناه مستحق سنگسار شدنه. آقاتون چی گفت؟ چی بگه؟ آقاتون فرمود که تشر رفت. فرمود چرا نمیری بین خودت و خدات حل کنی؟ چرا پشت اومدی به من میگی؟ شما دیدید کشیشا تو این کلیسا میشینن، گناهکاره میره جرماشو میگه، مبلغ میده میاد بیرون، پول میده میاد بیرون. مگه ما کشیشیم که بیاد جلو ما بشینید اعتراف به گناه کنید ما هم شما رو حد بزنیم؟ فرمود چرا نمیری بین خودت و خدات حل کنی؟ بعد یه جمله امیرالمومنان گفت برای گناهکارا، فرمود فوالله، اینجا امیرالمومنان قسم میخوره، به خدا قسم، لتوبته فی ما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد، به خدا قسم اگر این گناهکار زناکار گناهشو با خداش حل میکرد، این برتر و با فضیلت تر بود تا بیاد پیش من، من حدش بزنم، من که امیر مؤمنانم. گناه کردی برو خدا غلط کردم. حاج آقا میخوام گناهامو بگم. برای چی بگی؟ به من بگی که تو بدترم، به من بگی که تو رسواترم، قربون خدا برم. آبروداری میکنه که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا، همه دنیا ندیده مشتری من، ننه بابامون نمیدونن ما چه کردیم، ما هم نمیدونیم ننه بابامون چه کردن. مگه نداریم حدیث؟ اگه پرده ها رو بزنیم کنار، بچه ها باباهاشون رو خاک نمیکنن، پدر مادر ها بچه هاشون رو خاک نمیکنن. این گناه که من کردم یکیشو اگر فامیلام، زن و بچه‌م، پدر مادرم خبر داشتن، من تا قیامت جلوشون سرم بالا نمی اومد. اما تو دیدی هی من، بعد امام سجاد چقدر قشنگ میگه، هی میگه خدایا هی من خطا کردم تو حیا کردی، دوباره من خطا کردم تو حیا کردی، هی من خطا کردم تو رو تو برگردوندی. آقا یه جمله بگم، آقا چرا گناهکار انقدر عزیزه؟ ان الله یحب التوابین، من خدا زیاد زمین خورده ها رو دوستشون دارم، اونا که هی پو میشه دوباره میخوره زمین، دوباره پو میشه درست دیگه دوباره میخوره زمین، اما دوباره پو میشه نمیگه ولش کن، دوستشون دارم. میدونی چرا؟ چون زمین خورده ها عزیزتر میشن، اونی که روپا وایستده که روپا وایستده، بابا 10 تا پسر داره 9 تاش خوبن یکیش بده، همه قصهش میشه همون یکی. گفتم که به پیری رسم توبه کنم، آنقدر جوان مرد به یکی پیر نشد، شیطون هنرش اینه، حالا که وقت توبه نیست که، حالا تو هستی، انقدا هستن بمیرن نوبت به تو نمیرسه، هی وعده سر خرمن میده، تو هم هی امید داری که وایسی. اما یه نکته مهم، گاهی بچه ها خودمون بستر گناه رو فراهم میکنیم، یعنی میرم یه شغلی رو انتخاب
انتخاب میکنم که اون شغل آماده است برای گناه، فضا محیط برای گناه آماده است. شغلایی که الان جوونا دارن اومده میگه آقا من مثلا کارگر یه بوتیکم، خب خانوما میان میرن، دخترها اینجور اونجور، من چجوری خودمو حفظ کنم؟ گفتم من نمیدونم، پیغمبراش این شغلا رو قبول نمیکنن. خب قبول نکنیم بیکاریمون رو چه کنیم؟ زندگیمون رو چه کنیم؟ اونم یه بحثی دیگه میشه. اما بعضی شغلا واقعا شغلایی است که پیغمبرام زیر این بار نمیرن. به مقدس اردبیلی که هزار هزار علمای چه و چه رو تو هم بکوبیم یه مقدس نمیشه. بهش گفتن آقا اگر تو میدان گناه قرار بگیری چه میکنی؟ تو بستر گناه. فهمون آماده نمیکنم اون بستر رو، نمیذارم یه فضایی قرار بگیرم که نتونم گناه نکنم، گیر بیفتم. گفتن آقا گیر افتادی چی؟ گفت استعاذ بالله، پناه میبرم اون لحظه به خدا که خدا کمکم کنه. خب یه شغلی انتخاب کردید که پیغمبر این شغلا رو انتخاب نمیکنن، چشه میره، دل میره، مخصوصا توی جامعه. یادتونه پیارسال یه بحثی در باب عشق کردیم، یه حدیث اون روز نشد وقت گذشت بخونم. هیتیا اینا میشن یوسف. یوسف 7 سالگی اومد خونه زلیخا، تا 14 سالگی امام صادق میگه تو این 7 سال یک بار یوسف صورت زلیخا رو ندید. شد 14 سالش، چون چشم که میبینه دل میخواد دیگه. امروز جامعه ما اسیر چشاشونن دیگه، نمیخوام اون بحث رو دوباره تکرار کنم. 14 سالش که شد، نزدیک بلوغ که رسید، یوسف رو میآورد جلو خودش میشوند. ببین عبارت ها رو عربی میخونم بعد ترجمه میکنم. میگفت یوسف جان ارفع رأسک، چرا سرت پایینه؟ چرا زمین رو نگاه میکنی؟ منو نگاه کن که زیباترین زن مصرم و عاشق تو. ارفع رأسک وانظر الی، به من نگاه کن. سر پایین، نمیتونم. بعد حالا ببین تله ها رو یکی یکی داره میچینه، اون 7 تا در، حالا 7 تا تله. 1. ما احسن عینیک، یوسف چرا چشات انقدر قشنگه؟ چقدر چشات زیباست. آقا که سرش پایین بود، جوونا گول چهره ها رو نخورید، یه شبه میریزه به هم. به خدا شب یه فیلی چشت درد گرفت، پرک زد، میری دکتر میگن سرطانه، شیمی درمانی، تمام موها، تمام ریشا، تمام زیبایی میریزه، خودت هم تو آینه نگاه نمیکنی. اینا موقته. انقدر جوون زیباتر از من و تو اومدن و رفتن. حالا بشنوید، سر پایینه، چقدر چشات قشنگه. ببین چی میگه. قال هما اول ساقطن علی خدی فی قبری، چشام اولین عضون که در قبر ساقط میشن. چشامو موریانه ها میخورن، همین چشای زیبا خوراک موریانه های قبر میشه. این که تله نگرفت. تله دوم، ما اطیب ریحک، چقدر خوشبو هستی. قال لو سمعت راحتی رائحتی بعد ثلاث من موتی لهربت منی. همون که سر پایینه میگفت اگه 3 روز بعد مرگ من به من سر بزنی، از بوی تعفن بدن من فرار خواهی کرد. بابا تعریفت میکنن، حواست باشه، گوله حرفا رو نخوریم. آقا ماشاءالله چقدر جوون زیبا. خب زیبایی رو خرج چی باید بکنم که موندگار و ابدی شه؟ قال لملا تقرب منی، چرا نزدیک به من نمیشی؟ چرا این فاصله میگیری؟ چرا این فرار میکنی؟ تمام مصر خاطرخواه منن. آقا جمله رو، تمام مصر خاطرخواه منن، من خاطرخواه تو هم. تو خاطرخواه کی؟ این بود که زلیخا تلنگر اوله رو خورد که تمام عالم به من نگاه میکنن، من به تو نگاه میکنم، من برای تو از همه میگذرم، تو به خاطر کی از من میگذری؟ اونی که تو عاشقشی کیه که به من نگاه نمیکنه؟ این اولین تلنگر تربیتی یوسف به پیکره زلیخا بود که تربیت شه. چرا به من نزدیک نمیشی؟ میدونی چی میگه؟ میگه که آره فارسی دیگه بگم، میگه اگه به تو نزدیک شم از خدا دور میشم، هرچی از تو دور شم به خدا نزدیک میشم. و این معادله فراموش شده تو جامعه ما. جوونیم، ناز شستمون، پول که اومده، آقازاده، شاهزاده، بندزاده، پدرزاده، ارث و اینا، خب موقعیتم فراهم، جامعهم آلوده، شهر شلوغ، تا فرصت گناه کنیم باشه. هرچی میری سمت گناه از خدا دور میشی، هرچی میری سمت خدا از سید و شهدا دور میشی. عبارت ها خیلی قشنگه. گفت بابا پشو وقز حاجتی، ببین من چی میخوام، برآورده کن، به من نگاه کن. آقا فرمود که اخشا ان یذهب من الجنه نصیبی، میترسم
به خواهشای تو جامعه عمل بپوشونم، از خواهشام که بهشته دور شم بیفتم. گفت عذابت میدم، میبرم زندان. گفت خدا با منه. وایساد رفت زندان، تا 14 سال زندان، سیاه‌چال وایساد. یه روزی خدا زلیخا رو روزی یوسف کرد که اون رو ادامه بمارد برای یه وقت، چون الان بحثم بحث گناهه. تو دانشگاه اگه با یه دختر خانم سرت پایین باشه، میگه آقا چرا زمین رو نگاه میکنی؟ فیلم ها هم میسازن این نوع نگاه هم مسخره میکنن دیگه. بانک هم میری خانومان، هر جا میری خانومان، تلویزیون برنامه میذاره مجری خانوم دعوت شده آقاست. خب آقا مجری آقا بگذار، دوتا آقا بشینن با هم حرف بزنن. حواسمون نیست که این نگاه ها چه بر سر یه مملکت میاره، بر جان یک جامعه میاره. آقا پا اروپا که این همه آزادیه، چرا اینجوری نیست؟ به خدا اینجوری نیست. اینجا تریبون امام حسینه. من آمار از اروپا، کشورهای متمول متمدن اروپا مثل سوئیس، مثل سوئد، آمار فحشا نمیتونم بگم چه جرمایی دارن که تو این پشت تریبون، جرمایی که خودشون گفتن. کی گفته اونجا زن عادی شده؟ مگه چشم میذارت ما راحت زندگی کنیم؟ بیچاره میکنه یه جامعه رو. شیطون یه روز به حضرت یحیی گفت میخوام نصیحتت کنم. آقا یه نگاه کرد به شیطون، گفت قربونت برم، من نیاز به نصیحت تو یکی ندارم، اما دوست دارم ببینم شیطون بندگان خدا رو در چند ردیف چیدی. انسانها چند طبقن؟ خیلی شیطون قشنگ جواب میده. گفت یحیی بندگان خدا 3 دستن. امشب ببینید جز کدومیم. گفت یه دسته شمایید که معصومید، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، دست بسته در مقابل شما. دسته دوم اونان که مقابل شمان، اونا مثل توپن، هر جوری میخوایم میچرخونه بشون، هر طرف میخوایم شوت میزنیم، سوت میزنیم میان، اشاره میکنیم میدون. اما دسته سوم، ان شاء الله ما امشب جز دسته سوم باشیم حداقل، اما دسته سوم پیرمون کردن یحیی. انقدر نقشه میکشم با اصحاب و یاران تا گناه کنه، همین که گناه کرد ذوق میکنم. شب میره هیئت، من دارم مثال میزنم، شب میره هیئت توبه میکنه، کل کار ما رو یه شبه خراب میکنه، دوباره چند روز زحمت تلاش، دوباره گناه میکنه، دوباره یه فرصت توبه میکنه. اینا که هی گناه میکنن هی توبه میکنن خیلی ما رو اذیت میکنن، باور داریم؟ اینا که هی گناه میکنن هی توبه میکنن، دوباره براشون نقشه میریزیم تا پا گناه بیاریمشون، تا گناه میکنن دوباره. یه جمله بگم حاج آقا، یه سوال. من الان میدونم که اگه امشب پا روزه توبه کنم، فردا صبح دوباره گناه میکنم، چون اصلا برنامه گناه فردامو ریختم از امشب. فایده داره؟ تا حالا کسی سوال ازتون کرده یا شما سوال از کسی پرسیدید؟ من میخوام بپرسم جواب بده. حاج آقا سوال، ما امشب توبه کنیم، منی که میدونم فردا مجلس گناه دارم، از یه هفته قبل، یک ماه بعد قبل برنامه ریزی کردم، من که میدونم فردا زور دوباره گناه میکنم، برای گناهی که عادت بهش کردم میدونم نمیتونم ترکش کنم، امشب توبه کنم، با این که میدونم فردا گناه عادته، اون گناه فردا دوباره تکرارش میکنم، فایده داره امشب توبه کنم؟ آقا این سوال مهمیه؟ آره فایده داره. به چه علت؟ به 2 علت. شاید امشب شب آخر عمرت باشه، توبه میکنی، داری میری خونه، از دنیا میری، پاک از دنیا میری، سفره امام حسین توبه کردی، پاک شدی، تورا موتور دیگه، ماشین دیگه، قلب دیگه وایستاده. 2، امشب توبه کن، شاید خدا فردا گناه تو انداخت 2 روز دیگه، فردا سفره گناه جفت و جور نشد، 2 رو عقب افتاد، شاید اصلا فردا سر سفره گناه نرفتی، امشب رفتی خونه خودتو به محاکمه کشیدی که بابا بسه دیگه، تا کی؟ یه نگاه کن تو آینه. بچه ها هر وقت میتونی توبه کنید، هر وقت تونستید به خدا یه نگاه، کم یه نگاه، خدایا ببخش، خدایا غلط کردم، خدایا دستم خالیه. نگو فایده نداره، من 1 ساعت دیگه میخوام برم دوباره گناه، شاید تو 1 ساعت مردی دیگه، عاقبت به خیر شدی. امید ما مگه چیه؟ امید ما به همین حرفاست دیگه. یه حدیث بخونم. خدایا معرفت به این احادیث رو به ما عطا کن، محبت و عشق به این احادیث، فهم این، ببین حدیثو، راوی اومده محضر امام صادق، راوی اومده محضر امام صادق، میگه آقا جان بعضی از شیعیان شما اهل گناهند و گناهکار از دنیا میرند و روز قیامت گناهکار محشور میشن و به خاطر گناهاشون میرند جهنم و این موجب شادی دشمنان شما میشه و
موجب رفتن آبروی شما. دشمنا شما تو قیامت میگن ما که دشمن امیر مؤمنان بودیم داریم میریم جهنم، این بیچاره هم که دم از علی زد داره میاد جهنم، دشمن شاد میشه و آبرو شما میره. آقا فرمود که ما تو دنیا کمک میکنیم که شیعیانمون توبه کنن. گفتم آقا اگه توبه نکردند، فرمود یه کاری میکنیم ملک الموت لحظه جون گرفتنشون پاکشون کنه. گفت آقا اگه گناهش بیشتر از اینا بود نه تو دنیا توبه کرد نه با سختی مرگ پاک شد، گناه بیشتر از اینا انجام داده بود. گناهکارا دیگه خدا چی گذاشته که ما بخوایم تأمل کنیم بگیم آقا نمیشه رفت سمت خدا؟ گفت آقا اگر گناهش انقدر زیاد بود که اسرائیل هم که جونشو گرفت پاک نشد. آقا فرمود انقدر تو برزخ نگرش میداریم تا پاکش میکنیم. طرف گیر داده. آقا اگه تو برزخ هم پاک نشد چی؟ میگه تا اینو گفتم امام صادق دو زانو نشست، فرمود دستشو میگیریم به کوری چشم دشمنامون او رو وارد بهشت میکنیم. ما که نمیذاریم شیعه روز قیامت رسوا بشه. اونی که دم از حیدر و آل حیدر زده، اونی که دم از محبت امیر مؤمنان زده، یا تو دنیا کمکش میکنیم پاک شه، یا لحظه جون دادن، یا برزخ نشد دستشو میگیریم او رو وارد بهشت میکنیم. شما که انقدر عزیزید حیف نیست؟ حرفا همه مونده، نمیدونم چه کار کنم. هیچ راهی نداریم جز این که به سمت خدا بریم، هیچ راهی نداریم جز این که به سمت سید و شهدا بریم. شیطان اومد پیش موسی نبی، چه قصه ایست؟ گفت موسی تو نزد خدا آبرو داری، بیا برو در خانه خدا بگو توبه منو قبول کنه، من غلط کردم که استکبار کردم. موسی نبی ذوق کرد، رفت برای عبادت، گفت خدایا شیطان منو واسطه قرار داده که از شما بخوام گناهاشو ببخشی. آقا خدا چی باید بگه؟ یه مادر چی کار میکنه وقتی به مادر میگی مادر غلط کردم؟ چی کار میکنه؟ ولو که پیرش کرده باشی میبخشه. پدر مادر کاری جز بخشش ندارن. خدا که خدا، خدا فرمود موسی برو بهش بگو توبتو قبول میکنم، یه سجده به قبر آدم کن. همین موسی خوشحال برگشت. شیطان گفت چی شد؟ گفت چی، خدا آبرومو گرفت قبول کرد، توبت پذیرفته شد. فقط خدا گفت برو سر قبر آدم یه سجده به قبر آدم کن. تا اینو موسی گفت، شیطان گفت برو بابا، من آدم زنده بود به سجده نکردم، امروز برم به مرده آدم سجده کنم؟ خب خدا باید چی کار کنه وقتی ما تمام راه ها رو میبندیم، وقتی فکر میکنیم که باید برای خدا هم قیافه بگیریم؟ بعد شیطونم، حالا بالاخره شیطونه دیگه، گفت موسی چون محبت کردی از طرف من آبرو پیش خدا گذاشتی، من سه تا از ضربای هولناکم رو بهت میگم. یک، ریشه میزنم. وقتی که عصبانی میشی من تو همه وجود تو جریان دارم، یک کاریت کنم که زندگیت از هم بپاشه، برادریتون به هم بریزه، خواهریتون به هم بریزه، زن و شوهریتون به هم بریزه، رفاقتتون به هم بریزه. این یک. دو، وقتی میری جنگ هی یاد زن و بچت میندازمت، یاد خونت، یاد محله، یاد رفیقا، بچم چی کار میکنه؟ یک کاری میکنم جنگو ول کنی بیای. سوم، مواظب باش موسی با زن نامحرم یه جا جمع نشید، که سومیش منم، تا شما رو به هم نرسونم نمیرم. بس، پیر شده بود، اومد خدمت مرحوم شاه آبادی، گفت آقا میخوام توبه کنم. آقا فرمود از چی؟ گفت من مطربم، کارم مطربیه. آقا فرمود چی میزنی؟ گفت تار میزنم. آقا فرمود تار تو داری هنو؟ گفت آره. گفت میشه بیاری یه خورده برا من بزنی؟ عالم فقیه، خب بله میارم. رفت کمونچه را آورد، گرفت زیر بغل، تا کمونچه را آورد بالا بزنه، آقا دید دست میلرزه، نمیتونه کمونچه نگه داره تار بزنه. آقا فرمود که مشتی، حالا که نمیتونی تار بزنی اومدی توبه کنی؟ نه که توبه نمیپذیره خدا. خدا فرمود اذا قبل بلغت الحلقوم. بچه ها این هدیه امشب من به شما، اسرائیل جونو از پا میگیره میاد بالا، یعنی قبل از که جونت به سینت برسه بگی خدایا غلط کردم، میبخشه. خدا که میبخشه، اما تو چرا گذاشتی دیگه نمیتونی تار بزنی اومدی توبه کردی؟ اون رو که میتونستی تار بزنی تارتو میشکوندی، اون رو که میتونستی گناه کنی گناه نمیکردی. بعد میومدی بعد میدیدی من چجوری مشتری میشم، چجوری مشتری میشم. خب شب شیشم هم داریم پشت سر میگذاریم. امشب هم مثل دیشب مهمون سبت اکبر پیامبر خدا و بچه هاشی. دیشب مهمون قاسم، امشب مهمون عبدالله.
من روزه عبدالله میخونم اما انقدر میرم جلو که شما با من بیاید جلو. بچه ها تموم شد محرم، به خدا راست میگم. چند تا نکته از این شهید 11 ساله کربلا بگم ببینم جگرامو میسوزه که اصلا بریم قتلگاه. این بچه اصلا باباشو یادش نیست، یک سالش بوده شاید کمتر که پدر بزرگوارش رو به شهادت رسوندن. تو دامن عموش بزرگ شد، سایه عموش بالا سرش افتاد. اما این دوتا پسر امام حسن کربلا چشم امام حسن رو روشن کردن با اون جنگ قاسم، با اون رجز قاسم، با این جگر عبدالله که امشب میگیم ببینیم چه خاکی باید به سر بریزیم. جوونا امشب همت کنید، برای این بچه یتیما مجلس بگیریم، گریه کنیم، ناله کنیم، کم کم نورم کم کنید. یه بچه یتیم که فقط خاطراتو شنید از پدر بزرگوارش، هیچی از باباش یادش نیست، چه بسا اگه یادش بود بیشتر اذیت میشد. چون میدونید امام حسن کلن 47 سال عمر کرده، زودم محاسنش سفید شد، موسرش سفید شد. بهش میگفتن آقا چرا موسرتون سفید شده، شما که سنی ندارید. میفرمود ارثه. میگفتن دورتون بگردم، شما هم که باباتون امیرالمومنین انقدر زود سفید نشد، کدوم ارث؟ میگو ارث کوچه است، از کوچه به ما رسیده. بعضی خاطرات هیچ وقت از ذهنها فراموش نمیشه. قدیما میگفتن به یه بزرگی میخوای احترام کنی، اگه نتونستی بزرگی بزرگ رو بزرگ بداری، برو به بچه هاش محبت کن. محبت به بچه ها محبت به باباست. هرچی امشب برای این فرزند امام حسن گریه کنیم، کنه برای امام حسن گریه کردیم. عصر عاشورا دید ای بابا همه رفتن، چه خیمه خالی شد. عمو که رفت، پسر عمو علی اکبرم که رفت، قاسم داداش بزرگم هم که رفت، علی اصغرم که رفت، بچه ها عمه زینبم که رفتن، بچه ها مسلم و عقیلم که رفتن. دید هیچکی نمونده. یه جمله بگم، کنه بچه خجالت کشید اینجوری برگرده مدینه. بهش بگن تو چرا کشته نشدی؟ مگی کسی آخه وقتی کاروان کربلا برگشت مدینه، میگن بچه های مدینه دویدن تو این کاروان اسرا، یکی سراغ رقیه رو میگرف، یکی سراغ علی اصغر رو میگرف. بابا شیخارت کو، سکینه رقیه کو، بابا مردا جنگیدن چرا بچه ها نیستن؟ این شد سوال دیگه. آخ ببندم، میشه خواهش کنم؟ نه، باید بیشتر خرج کنیم دیگه. اگه چراغ خاموش شه مردم راحت تری، اگه خاموش نشه باید خودتو خرج کنی، باید بیای وسط، کم نگذاری. چون خدا ناکرده، خدا ناکرده، خدا ناکرده، ایشالله هیچ وقت داداشت نمیره. اگه داداشت مرد بعد برای داداشت کمرت صاف نشد، اونجا عبدالله نگات میکنه میگه که مگه من داداشم جرم کشتند، تو چرا نتونستی زجه بزنی گریه بکنی؟ من دو تا خاطره از عبدالله بگم. امشب باید بریم گودال، ببین امشب باید بری گودال که بفهمی کم داری، برای 3-4 روز بعد آماده تر شیم، استغفار کنیم بگیم خدایا غلط کردیم ما رو ببخش. من کلوخ شدم برای روزه، کاری نداریم که عمر بگیره، امشب قلب بگیره. انقدرم دکتر گفته هرس نخور برای خوب نی. مگه میشه روزه بخونی هرس نخوری؟ مگه یا بعد بگی آقا ما روزه نمیتونیم بخونیم، بری پایین، بری بیا مثلا روزه بلد نیستم. یا اگه وقتی وایستادی دو شما هم اومدید دیگه کار سخت میشه. یا سار بزن. انقدر جوونا عبدالله شب عاشورا ذوق کرد وقتی دید داداشش پشت، بین این همه پهلوان، این همه جنگاور، ابوالفضل، علی اکبر، عابس، حبیب، زهیر، بریر، پشت، عمو من چی؟ هی میگفت جانم داداش به این میکن باریکلا. وقتی همون جمله رو گفت انقدر این بچه جیگرش خنک شد، اهلا من العسل، باریکلا داداش.
دومین جایی که عبدالله نگاه کرد، اما اون اینجا کمرش صاف شد، امام حسنیا اونجا کمرش خم شد. اون وقتی بود که دید داداشش رو تیربارون میکنن. یه نگاه میکرد به حسین، میگفت عمو تازه فهمیدم تو مدینه وقتی داداشت رو تیربارون کردن چجوری کمره درد گرفت. الان که قاسمو میدونید که کربلا 4 شهید و تیربارون کردن. حالا باد آباد برمیگردیم عبدالله میخونیم دیگه، چه کار داریم؟ قتلگاه میخوایم بریم. اگه میشد همه رو خاموش کنن، چون میریزیم به هم اذیت میشید. باشه هر چی دوست داری. 4 تا شهید و کربلا تیربارون کردن دیگه. فردا شب و پس فردا شب گریه کردن سخت نیستا دیگه. فردا شب امشب حرم آل علی آب ندارد دیگه، همه برای علی اصغر دیگه. 6 ماه میاریم اینجا روزه میخونیم. شب علی اکبرم که شب خودتون پایه هستید، یه فهم میگیم ای اهل حرم میر و علم، تموم شد اصلا محرم. 4 تا شهید و کربلا تیربارون کردن، نتونستن نزدیک شن. یکی وجود نازنین حره، با تیر زدنش تا خورد زمین. دومین شهیدی که تیربارون شده آبسه. آبس رو هم نتونستن باش به جنگن، کلا خود زد زمین، زره کند، شمشیر انداخت. یکی بیاد جلو هیچ کی جرأت نکرد. عمر سعد گفت تیربارونش کنید، تیربارونش کردن، انقدر تیر زدن تا خورد زمین، بهش حمله کردن. سومین کسی که نتونستن سمتش برن تیربارونش کردن قاسم بود. اما چارمی صلی الله علیک یا ابا عبدالله بادا با یکی روزه عبدالله بخونه. امشب ما با آسیه تقسیم کار کردیم، ایشون میرن مدینه، من میرم قتلگاه. اومدید میریم جلو، نیومدید میذاریم زمین. مدینه شاید امشب روزه است، به تو کوچه روزه بشنوید، اما من کوچه نمیرم، من فقط میرم قتلگاه. بچه از صبح داره نگاه میکنه، هی داداشش قاسم میاد اذن بگیره بره، بابا عمو اجازه نمیده، فهمید هیچ کاری نمیتونه بکنه. بچه منتظر فرصت برای اینکه خودشو قربونی کنه. نقل بعضی مقاتل بچه رو کردن توی خیمه، درات خیمه رو بستن. این بچه یعنی زیر در خیمه انقدر خاک کرد تا از اون ور خیمه اومد بیرون. میدونه اگر بمونه باید اسارت مادرش رو ببینه، میدونه اگر بمونه باید اسارت زینب رو ببینه، میدونه اگر بمونه جلو چشمش تازیان خوردنا رو باید ببینه. برای همین تأمل نکرد. یا صاحب الزمان، آقا انگشترا رو در بیار، شاید شب عاشورا زنده نباشیم به قرآن، شاید امشب روزیمونو بریم کربلا. ای من بمیرم تو ناله بزنی، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. بادا با یه دفعه بچه دید حسین 70 تیر و نیزه خورده بود، وایساد نفسش بالا نمیاد، بابا 57 سالشه داره نفس نفس میزنه، 70 تیر و نیزه خورده. عبدالله داره نگاه میکنه، آقا خم شد، آقا داره نفس نفس میزنه. میگن با سنگ به پیشونی زدن. خدا رحمت کنه شیخ مبید، میگه نه با تیر به پیشونی حسین زدن. آقا خم شد، عبا رو بالا آورد که خون پیشانی پاک کنه. هر من زانو زد، قلب آقا را نشانه گرفت، چنان به پایین قلب زد، آقا داد می زد،
ای وای ای وای، بچه نتونه از درمان کنه، باید روزه رو پایین بخونم. میگه دیدم آقا تنهای شهید بچه، تنهای شهید کربلا، افتادن حسین رو از روی مرکب دیده، اونم عبدالله است. تا آقا بین آسمون و زمین بچه دوید نزد، تنها گیرش آوردید. نامردا عمو کجایی؟ بیا داداش دادارن میزنن. علی اکبر کجایی؟ بیا بابا تو دارن میزنن. بچه رسید بابا نشسته، حسین دیگه رمق نداره نشسته، بچه بغلش کرد امو رو، امو هم قالیه عبدالله رو بغل کرد. یا صاحب الزمان، یکی دو تا جمله ببخشید منو، ببخشید منو، ببخشید منو. ای وای ای وای ای وای، بگم یا نگه؟ یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان، بگم یا نگه؟ بچه تو بغل عموش بود، نانجیب چنان با شمشیر به فرق حسین زد، کلا خود بالشون آقا با صورت خورد زمین، بچه خودش امداغ رو دامن ابو جانم، نامر شمشیر رو بار بالا که سر حسین رو بزنه، بچه دستش رو دراز کرد، دست عبدالله قد شد. حربم تمام باد آباد یا امام حسن، ایشالله فرال حرم میسازیم یا امام حسن، یا امام حسن، یا امام حسن. اینا مدینه ندیدن و الا برات سچه میزنه. حربم تمام یا صاحب از زمان، به خدا روز این آقا رو اولین بار تو عمرم دارم میخونم اینجوری. بگذره 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 بگذره، میخوام آروم برادر روزه بخونم، ببینم آروم بخونم گریه میکنید یا نه. هر مله چند تا تیر کربلا زده، یکی به زیر مشک اول وزد که همه آب بره، یکی به قلب عباس زد، یکی به چشای قمر ولی حاجب. آه صدا تو آزاد کن، یه تیرم به گلوی علی اصغر زد. حسین به به، دمتون گرم، دمتون گرم، شب توبه است یا امام حسن. حسین میومد کنار قبر حسن میگفت داداش غارت زده به من میگن که تو رو از دست دادم، ما کلن سه تا داداش بودیم، یکی اون که بین در و دیوار کشته شد، از لب با نکرد ولش گرد، آخری تیری کرمل زد از این فاصله به نامردی. آخه بچه یه ده ساله را از این فاصله با تیر میزنن، تیر را گذاشت در کمار، چنان به گلوی عبدالله. هر کی گرفتاره، هر کی مریضه، هر کی گناهکاره، فریاد بزنه حسین.
حالا من عذرخواهی میکنم سید رضا، ببخش منو به مادرم زهرا. یه جمله میخوام بگم که بری تا غروب عاشورا شاید نباشی. خدا جدی بگیرید، جدی بگیرید، به راحتی میمیری. من گریه کنم دیگه سینم برای همین یه ذره روزم بیرون نمیاد. فقط یه جمله برای شما میدم، میخواستم به امام حسین بذارم برای غروب عاشورا اینجا بخونم، اما هدیه میدم به شما که برای عبدالله اومدی. یا گوشتو بگیر یا اصلا نمیدونم نشنو. بدن افتاد چجوری سر بریدن به ما، اصلا کاری به ایناش بره، همه رو میذاریم کنار. یا صاحب الزمان، یه دقیقه دیگه. زینب اومد کنار نقش حسینش، یه نگاه به بدن حسینش کرد، گفت داداش من بابام حیدره، شیر عرب و عجمم، ما مرد جنگیم، من زخم نیزه ها رو میشناسم. هر وقت فهمیدی من چی میخوام بگم یه جوری داد بزن که نفهمی من چی میخوام بگم. گفت داداش بابا ما اهل جنگیم، بابام جنگاور بود، داداشم حسن جنگاور بود، من زخم کم ندیدم. بابام هر وقت جنگ میومد 100 تا 80 تا زخم رو بدنش بود، با مادرم میشستیم زخما رو میشستیم. بشنو چی میخوام بگم. ای کاش نمیومدی امشب، ای کاش نمیشنیدی. گفت حسین من میدونم زخم نیزه چیه، من میدونم زخم شمشیر چیه، اما داداش یه زخمایی رو بدنته که من نمیدونم چیه. این زخما برا چیه؟ یه دفعه گفت داداش نکنه زای سومه اسماس که رو بدنه تازونده. حسین حسین.